درود فرمان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. در آخرین روزهای هفته گذشته دوستان یک سری مباحثی هم در مجلس و توسط رئیس مجلس راجع بورس مطرح شد و همین که یکی از اعضای تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه اومد و صحبت کرد در ارتباط با اینکه خب حالا فروش و اوراق را دولت چاره‌ای نداره که انجام بده و خب یه جورایی حالا میشه گفتش که مجدداً برای آخر هفته یه ذره جو متشنج شد. یعنی ما انتظار داشتیم که حالا فردا روند صعودی ادامه داشته باشه. واقعا نمیدونم با این حرفی که الان ایشون مزد توی به اصطلاح تشخیص مصلحت چه اتفاقی قراره فردا بیفته و در حال میریم با هم دیگه اینا رو ببینیم، قضاوتش با خودتون ببینیم که هم حرفای این عضو تشخیص مصلحت رو با هم میشنویم و همین که صحبت‌های رئیس مجلس رو میشنویم در ارتباط با بورس و خب ببینیم که این هفته چه اتفاق میفته. دیگه نظرتون رو بنویسید که شما چه پیش بینی میکنید با این اوضاع اقتصادی که داریم و واقعا دولت در یک جایی قرار گرفته که از هر طرفی بره با مشکل مواجه میشه. از یه طرف بره بورس و مشکل مواجه میشه، از طرف دیگه بره تورم ایجاد میشه، نره یه مشکل دیگه براش ایجاد میشه و باز پاسخ خوب مردم باشه و خب بالاخره وقتی که اقتصاد بیمار باشه، مشکل داشته باشه، پشتوانه ضعیف باشه، این اتفاقات هم میفته. البته خب این صحبت ها رو نمی کنیم از اینکه فکر کنید که اینها بلند مدت روی بورس تاثیر گذاره، چون قطعا وقتی که ما یک آثار تورمی در جامعه داریم و افزایش قیمت داریم، بورس هم را میفته و قیمتاش میاد بالا. ولی خب بالاخره توی کوتاه مدت شاید اون نتایجی که ما دلخواهمون هست با این صحبت های یک مقدار تعویق بیفته و خب امیدواریم اینجوری نشه. با هم میشنویم راجع بورس. حالا برخی کارشناسا معتقدن برخلاف اون چیزی که وضعیت اقتصاد عنوان میکنه، چون وضعیت بورس اصلا خوب نشده طی ماهای گذشته، اقدام فروش اوراق کردن وزیر اقتصاد، البته خودشون رد میکنن ولی آمارها همچین چیزی میگه. به نظرتون اتفاق افتاده یا نه و اساسا چرا وضعیت بورس ما اینقدر ثبات نداره و بعد باید چیکار کرد که ثبات پیدا کنه؟ به هر صورت بورس نمایانگر وضع کلی اقتصاد، دولت تلاشش اینه که استقراض از بانک مرکزی رو نکنه، ولی اینکه اوراق نفروشه چون این تلاشی رو نمی کنه. چرا؟ برای اینکه کسری داره. کسری دولت بالاخره معناش اینه که 600 هزار میلیارد تومان حقوق به کارمندانش میخواد بده، 900 هزار میلیارد تومان کف بودجه ایشه که شاید بیشتر هم بشه. خب برای این کسری داره، این کسری رو از کجا باید تامین کنه؟ یه راهش این هست، چون این الان دیگه دولت که وسط نمیتونه کاری بکنه، وقتی حقوقا تغییر پیدا کرده و شده یه عددی که الان باید بدن، این که موظف هم بدن، نمیتونن ندن. یا باید استقراض از بانک مرکزی بکنن که او آثار تورمیش بالاست. دولت الان سیاستش این هست که بار تورمی رو کاهش بده و روند رو کاهش بده. راه دومشون اینه که بتونن در حقیقت اوراق بفروشن و از مردم قرض بکنن و سود به مردم بپردازن. این راه منفور و بدی نیست، ولی ممکنه رو بورس هم تاثیر منفی بگذاره. یعنی ممکنه در حقیقت برای فروش و خرید و فروش بورس چی بکنه؟ طبیعیه که همون دستگاهی که این اوراق میفروشه وزارت اقتصادی است که بورس رو هم اداره میکنه و علال قاده باید یه تعادلی برقرار کنه و به نظرم این تعادل رو سعی میکنم برقرار کنم، مگه جایی که دیگه براشون امکان نداشته. یه خطاب کلی و یک انتظار و توقع از دولت داریم در رابطه با بورس و یک توقع انتظار از وزارت اقتصاد دارایی و وزیر محترم به صورت خاص. خب در رابطه با بورس بر اساس سیاست‌هایی که دولت قبل در سیاست‌های اقتصادی خودش بوده و مردم هم به این سیاست‌ها اعتماد کردن، بورس ما از یک جمعیت 4-5 میلیونی امروز به یک جمعیت 40-50 میلیونی تبدیل شده و سهامداران، یعنی مردمی که اونجا هستند
هم سهامداران خرد هستند، نه سرمایه اضافیشون رو به بورس آوردن بلکه سرمایه های ضروریشون رو فروختن، پولشون رو آوردن به بورس. یه عده هم از دوستانی که سرمایه دارن سرمایه‌ش رو در بورس گذاشتن. پس ما نسبت به همه بورس که شده جمع عظیمی از مردم، ولو بخشی اینها هم قشر محروم هستند، باید مورد توجه باشیم. و این چون سیاست کلان دولت بوده، امروز هم دولت ها باید در این بخش پاسخگو باشن که به این بحث توجه داشته باشن. لذا اولین نکته‌ای که مهم دولت باید عنایت بکنه و توجه کنه، بازار بورس در کشور یک بازار مستقل و تنها نیست. بازار بورس تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولته، یعنی بازار پولی، بازار مالی، بازار کار، سیاست‌ها در تجارت، در حوزه واردات و صادرات، اینها تأثیرگذار در بازار بورسن. و تا سیاست‌های دولت روشن نشه، امروز هر تصمیم بانک مرکزی بگیره در بورس اثر می‌گذاره. وزارت صنعت، وزارت نفت، همه بخش‌های اقتصادی دولت در این بازار مثل بقیه بازارها دیگه اثر می‌گذاره. اگر ما توقع داریم بانک مرکزی و بقیه بخش‌ها هماهنگ باشن، باید سیاست دولت سیاست روشن و مشخصی باشه. و دولت محترم هم در معرفی کابینه به مجلس قول داد رئیس جمهور محترم که حتما برنامه و سیاست‌های روشن اقتصادی خودشون رو به مجلس اعلام خواهند کرد. الان ما در آستانه بودجه، لایحه بودجه 1401، خوبه که این سیاست‌ها مشخص بشه و روشن بشه. این توقع و انتظار مجلس از دولت محترمه. جناب آقای خاندوزی، ما از جناب عالی هم که خودتون فرزند مجلس هستید و امروز در دولت تشریف دارید، از شما هم انتظار خاصی داریم. همون بحثی که اینجا بحث می‌کردیم، من در یک جلسه کارشناسی هم خدمت جناب عالی عرض کردم که اینها رو واقعا بهش توجه کنیم. امروز مخصوصا سهامداران خرد ما احتیاج دارن که شما او ابزار لازم را برای پوشش ریسک بورس و حمایت مخصوصا از سهامدارای خرد انجام بشه. حالا ما به روشش اینجا کار ما نیست بگیم، اگه کار شناسی خواستید در کمیسیون اقتصاد، در کمیسیون تولید و در بخشا و مرکز پژوهش هستن. حالا با اوراق طبعی میخوان این کار بکنیم، با هر کاری میخوان انجام بدیم، من بحثم بحث روش ها نیست. ولی اینکه باید این کار انجام بگیره در بورس مخصوصا برای اونهایی که سهامدارای خرد هستن، همینطور ثبات در بورس توقع انتظار ما از وزارت اقتصاده. یه حتما باید این بخش دوستانمون تلاش کنن. نقد شوندگی از اولویت‌های ماست، از اولویت‌ها و انتظارات ماست و مطالبه مجلس و مردم. شفافیت همچنین و از همه مهمتر فلسفه وجودی بورس. اصلا بازار بورس بازار سرمایه است. بازار سرمایه برای رونق تولید و توسعه زیرساخت‌های کشوره. امروز چقدر بورس داره به سمت تولید و به سمت زیرساخت‌ها پیش میره. نکته بعدی، به هر حال جناب عالی هم میدونید، ما هم میدونیم، ما از بورس و جناب آقای عشقی توقع داریم که در بحث نظارت و کنترل و روابط و رانت‌های اطلاعاتی که در بورس وجود داره، که باعث میشه اتفاقاتی در بورس بیفته که عده‌ای بهره‌مند بشن و یک عده آسیب ببینن، و اونهایی که آسیب میبینن عمدتاً کسانی هستن که سهامداره خرد هستن، که هم در افزایش و هم در کاهش در نوسانات دچار آسیب‌های جدی میشن. این دیگه مستقیم به مدیریت بورس و نظارت و کنترل و وظایف ذاتی بورسه که باید توجه کنه و در حقیقت پیش بره. اگر اون سیاست‌های اقتصادی هم روشن بشه، بس قیمت‌گذاری‌های دستوری معلوم بشه، اوراق
ارزم بزرگ شما اوراق و سهام معلوم بشه این سیاست ها، ما امیدواریم که بورس بتونه با یک ثبات و یک رشد با ثبات منطقی انشاءالله در آینده شاهدش باشیم.